بودو بیا ببین چه قیمه نساری پختم. مواد لازم برای تهیه قیمه نثار: گوشت گوسفندی بدون استخوان 400 گرم، پیاز 2 عدد، برنج 2 پیمانه، سیر 1 حبه اختیاری، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، گرد لیمو امانی 1 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری، گلاب 1 قاشق غذاخوری، خلال بادام، خلال پسته، زرشک به مقدار لازم و ادویه شامل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و دارچین به مقدار لازم. سلام بچه ها، چطورین؟ من تنازم و اینجا آشپزخونه کوچولوی تنازه. به آشپزخونه من خیلی خوش اومدین. خب برای درست کردن این قیمه نثار خوشمزه و جذاب، اول از همه باید پیازاتون رو نگینی خورد کنید. حالا شعله گاز رو روشن کنید و یک قابلمه و یا زودپز روش قرار بدید، هر کدوم که راحت است، و پیازها رو داخلش بریزین. در اول کار بهش روغن نزنید، اجازه بدید که یک مقدار آب پیاز بخار بشه و بعد بهش یک مقدار روغن بزنید و اون رو داخل روغن تفت بدین. وقتی رنگ پیازتون طلایی شد، حالا سیر رو بهش اضافه کنید. همونجور که گفتم میتونید سیر رو حذف کنید. سیر رو هم یک مقدار با پیازتون تفت بدین. و حالا یکم زردچوبه بهش بزنید و زردچوبه رو با پیاز و سیر تفت بدین. یک مقدار که با هم تفت دادین، حالا نوبت اضافه کردن گوشت گوسفندی بدون استخونمون هست. گوشت رو هم با پیاز یک مقدار باید تفت بدین تا تمام اطراف گوشتتون سفید بشه. تا من دارم گوشت رو تفت میدم، اگر هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید، ممنون میشم که اون رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع من ویدیو جدید گذاشتم شما مطلع بشین. خب حالا گوشت رو کنار بزنید و گوشه قابلمه‌تون یه جا باز کنید. یه کوچولو روغن بریزین و دو قاشق ربتون رو بهش اضافه کنید و رب رو داخل روغن تفت بدید تا سرخ بشه و رنگش هم داخل روغن کاملا باز بشه. وقتی به این صورت خامی ربتون گرفته شد، حالا بعد بهش آب اضافه کنید. مقدار آبی هم که میریزین بستگی به این داره که میخواین گوشتتون رو توی قابلمه بذارین بپزه یا داخل زودپز. به هر حال مراقب باشین که کم آب نباشه غذاتون. اگر آبش زیاد باشه، بعدن میتونیم با زیاد کردن شعله گاز آب اضافهش رو بخار کنیم، ولی در هر صورت این غذا باید آبش غلیظ باشه. یه چوب دارچین هم میندازیم توش و اجازه میدیم تا گوشتمون کاملا بپزه. اگر گوشت رو توی قابلمه میپزید، اول زیرش رو زیاد کنید. وقتی که آبش جوش اومد، زیرش رو کم کنید تا گوشت خیلی آروم آروم پخته بشه.
تا گوشتم داره میپزه آب برنجم گذاشتم. وقتی جوش اومد برنجی که قبلا خیس کرده بودم و داخلش ریختم، برنجو میخوام آبکش کنم. دوستای عزیزم، اگر تا اینجا ویدیو اومدین ولی هنوز اون رو لایک نکردین، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و برای من کامنت بذارین و نظرتون رو راجع به این ویدیو بنویسید. خب اینم از گوشت من که توی زودپز بعد از نیم ساعت کاملا پخته شده. حالا بهش نمک میزنم، فلفل سیاه، یک قاشق غذاخوری گرد لیمو امانی، یک قاشق غذاخوری زرشک، یک قاشق غذاخوری خلال بادام، دو قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، یک قاشق غذاخوری گلاب و کمی دارچین. تمامی مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم و در قابلمه رو می‌بندیم برای نیم ساعت تا گوشتمون کاملاً مزه‌دار بشه، شعله‌تونم کم باشه. توی این نیم ساعت یه ماهیتابه رو بذارین روی شعله گاز، یه کوچولو کره بریزین داخلش. وقتی کره آب شد، حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری خلال پسته بریزین تو کره‌تون و خلال پسته رو داخل کره تفت بدین. یک مقدار که تفت دادیم کافیه، مراقب باشین که نسوزه، بعد اون رو از ماهیتابتون بیرون بیارید. حالا خلال بادوم رو تفت بدین. اون رو هم یک مقدار که تفت دادین کافیه. اگر کرتون کم بود یک مقدار دیگه کره به ماهیتابتون اضافه کنید و حدود 2 قاشق غذاخوری زرشک داخلش بریزین و زرشکا رو سرخ کنید. وقتی برنجتون دم کشید، حدود 1 هفت‌گیر برنج بریزین داخل زرشکتون، 1 کوچولو زعفرون هم بهش بزنید برای تزیین روی برنج. دوستای عزیزم، اگر دوست دارین پیج من در اینستاگرام رو هم دنبال کنید، لینکش رو داخل کپشن گذاشتم، آدرس پیجم هم این پایین میتونید ببینید. خب حالا بعد از نیم ساعت گوشت من حسابی مزه دار شده و غلظت آبش هم همون قدیه که لازم دارم. ببینید این غذا نباید گوشتمون خیلی پر آب باشه، باید آبش کاملا غلیظ باشه. یادتون نره که چوب دارچین رو از غذا خارج کنید. خب الان همه چیز برای یک قیمه نثار خوشگل و خوشمزه آماده است. برای این کار اول باید برنجتون رو بکشین توی دیس، گوشت رو روش قرار بدین و هر جوری که دوست دارین با خلال پسته، خلال بادام و زرشک اون رو تزیین کنید. اینم از قیمه نثار ما. امیدوارم که دوست داشته باشین، استفاده کنید و ازش لذت ببرین. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.